مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم زنگ میگه گیب که منم داشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. شب گذشته خبر تلخ منتشر شد که خیلی از هنرمندان رو به شوک فرو برد و خیلی از مردم هم از این خبر ناراحت شدن. ماجرا از این قرار بود که این شعر خانم ستاره سعیدی، همسر و مدیر برنامه‌های بیژن مرتضوی، پس از طی کردن یک دوره طولانی بیماری در شهر استانبول در کشور ترکیه متاسفانه فوت کرد و آسمانی شد، که حالا خیلی ها میخواستن راجع به همسر ایشون بدونن و اینکه اصلا چه اتفاقی برای ایشون افتاد و حالا به اصطلاح نمیشه گفت پشت پرده، اما میخوام یک شرح واقعه بکنیم این اتفاق تلخی که برای بیژن مرتضوی در خصوص 10-12 روز گذشته مثل یک کابوس رقم خورد و متاسفانه خیلی از هنرمندان هم چون ارتباط خیلی صمیمی هم با بیژن داشتن هم با خانمش ارتباط داشتن به واسطه این که مدیر برنامه هاش بود، همگی در شوک و بهت هستن. خانم ستاره سعیدی که متولد 31 شهریور ماه سال 1362 بود و همین ماهی که داخلش هستیم شهریور ماهی بود که ایشون درونش متولد شده بود و درگیر تومور مغزی بوده، چند وقتی بوده که درگیر این اتفاق بوده، اما هلوش 10-12 روز پیش یه سرگیجه میگیره توی ترکیه. میدونید که بیژن مرتضوی درگیر تور ترکیهش بود به همراه مازیار فلاحی و وقتی که میبرنش بیمارستان متوجه میشن که یکی از رگهای آستان موی رگهای مغزش پاره شده و چون درگیر تومور مغزی بوده پزشکا تصمیم میگیرن که عمل جراحی رو روی خانم ستاره سعیدی انجام بدن و بعد از اینکه این عمل سخت جراحی رو انجام میدن و عمل تومور رو هم انجام میدن تصمیم میگیرن که خانم ستاره سعیدی رو به خواب مصنوعی ببرن و اصطلاحاً بیهوش نگرش دارن به خاطر اینکه بتونن سلامتیش رو بیشتر حفظ بکنن و اگر بیهوش باشه عملاً حالا روند سلامتش به خطر میفته و ایشون 5 روز قرار بوده که توی خواب مصنوعی باشه، اما این اتفاق تا 10 روز به طول می انجامه و متاسفانه شب گذشته مرگ مغزی میکنه خانم ستاره سعیدی. البته از دیروز ظهر گویا میخواستن این خبر رو اعلام بکنن، اما گفته بودن که باید بیژن و خانواده ستاره سعیدی و نزدیکان اون بیان بالای سرش و خداحافظی بکنن و بعد از اینکه این وداع رو انجام دادن به صورت رسمی اعلام شد که خانم ستاره سعیدی فوت کرد. سن زیادی هم نداشت، 40 سالش بود و سال 1395 موقعی که 34 سالش بود با بیژن مرتضوی که اون موقع 59 سالش بود ازدواج میکنه. ازدواج دوم بیژن مرتضوی هستش که متولد 25 آبان 1336 هست. هر دو این دو نفر در البته بیژن که توی ایران به دنیا آمده، اما خانم ستاره سعیدی توی امریکا به دنیا آمده بود از یه خانواده تماما ایرانی و توی امریکا با هم دیگه هر دوتاشون آشنا شده بودن و ازدواج کرده بودن. یه قسمتی از نوازندگیه، حالا من اگه بتونم عکس دیگه خانم ستاره سعیدی رو هم براتون بزرگ بکنم هم میتونم نشونتون بدم، نوازندگی و مدیر برنامه های بیژن مرتضوی رو داشت، یه مدتی فیلم برداری میکرد و کلاس های بازیگری رو هم گذرونده بود. از اون طرف ما شاید این بودیم که معین جز اولین خواننده هایی بود که واکنش نشون داد نسبت به فوت خانم ستاره سعیدی و خیلی از هنرمنده ها و بازیگر ها هم نسبت به این قضیه واکنش نشون دارن. معین نوشته که بیژن عزیزم، شنیدن خبر هجران همسر خوب و مهربانت برایم بسیار سخت است، هیچ کلمه‌ای برای تسلیت پیدا نمی‌کنم. تحمل این مصیبت برای همه ماهایی که او را می‌شناختیم سخت و دردناک است و می‌دانم که داغی که بر دل تو نشسته تحمل نمی‌شود. بیژن عزیزم، قلب منم از دیدن غم تو قصه دارد و شریک غم‌هایت هستیم. در گذشت همسر عزیزت را تسلیت می‌گوییم و برای تو
دوست عزیزم آرزوی صبر دارم و متاسفانه واقعا همه رو شوکه کرد. یاد یک موضوع تلخ هم افتادم که توی برنامه دوایس یا همون صدای برتر یه خانومی شرکت کرده بود به اسم ستاره که از اون طرف سوگند اومد و کامیار ببخشید به کامیار اومد گفتش که سوگند جان چند سالته و ویژن مرتضوی اونجا گفتش که من روی اسم همسرم غیرت دارم و راجبه ببخشید ستاره جان گفت ستاره جان چند سالته که اونجا ویژن مرتضوی گفتش که من حتی روی اسم همسرم غیرت دارم که اون موقع نسبت به عشق و علاقه‌ای که به همسرش داشتم میتونستیم اونجا حس و لمسش بکنیم. اما خب متاسفانه این دنیا خیلی دنیای عجیب و غریبیه و آدم ها باید قدر ثانیه ها و قدر اتفاقات زندگیشون رو بدونن و تورهای کنسرت بیژن مرتضوی که میدونید که The Voice هلوش 7-8 تا خواننده داشت که به اصطلاح بهشون میگفتن که صدای برتر The Voice بودن یا اصطلاحا تیم برتر که مدیریت این تور هم کاملا خانم ستاره سعیدی بر عهده داشت به همراه مازیار فلاحی. قرار بود که دو نفر یک کنسرت مشترک داشته باشن با خواننده های The Voice، اما بعد از اینکه ستاره سعیدی همسر آقای بیژن مرتضوی میره توی مثلا خواب مصنوعی، یکی از کنسرت های بیژن مرتضوی هم توی ترکیه لغو شد و اصطلاحا درگیر ماجرای بیماری و مریضی ستاره سعیدی بود. نکته دیگه هم که وجود داشت نسبت به این قضیه‌ای که رخ داد، بیژن مرتضوی الان یه 10-12 ساعتیه که کسی پیداش نمی‌کنه توی ترکیه و حالا من با یکی دوتا از دوستای مشترکش هم که صحبت کردم گفتن که ما هنوز خودمونم نگران بیژن مرتضوی هستیم که پیداش نکردیم، واکنشی هم خودش تو شبکه‌های اجتماعی خودش نشون نده و واقعا هم همه نگران خود بیژن مرتضوی هستن. یعنی که حالا شاید شوکه‌ست واکنششون نمیده، اما نزدیکان بیژن مرتضوی و حالا من بقال مازیار فلاحی تو آلمان بوده و دوستا دوست مشترک هم داریم باش، من تماس گرفته بودم باشون، میگفتن که حتی مازیار فلاحی و چند نفر دیگه از این افراد هنوز نتونستن بیژن مرتضوی رو پیدا بکنن، معلوم نیست اون کجا هستش و این قضیه همه رو هم نگران کرده که الان سرنوشت بیژن مرتضوی چی میشه، چون واقعا عاشقانه همسر خودش رو دوست داشت. تسلیت میگیم هم به خانواده ستاره سعیدی و هم خانواده بیژن مرتضوی بابت این اتفاق تلخی که برای ایشون به عنوان مدیر برنامه‌هاش رخ داد. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید، اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلصم.